باشه مجدد خدمت همه علاقمندان بزرگ، همه دوستای گلم هر جا که هستن، جوری که حالشون خوب باشه. این آهنگم تقدیم همشون، تقدیم همه عزیزان، همه کسایی که پیگیر کارا من ویدیوهای آموزشی هستن و تقدیم شاگردای گلم از سرتاسر ایران هر جایی که هست. این جلسه دست همون چما خاصی نداریم، فقط درباره یه سری از آکورده های که بعضی ها فکر بودن که آکورده هفتم، نهم، یازدهم، سیزدهم آنی گرفتنیه. نه، نمیشه آکورده رو بگیری اینجوری، چون اینجوری دیگه نوازنده باید تمام دست چپ و راستش بذاره واسه آکورد، دیگه اصلا ملودی نداره. وقتی که آکورد میگن آکورد هفت، آکورد نو، آکورد یازده، آکورد سیزده، یعنی اینکه قسمت بندی میشه. اولا که اینا تو اورگ خیلی کم دیده میشه که کسی بگیره آکورد همون هفتش. بعد اینا تقسیم بندی میشه بین سازها، بین سازها تقسیم بندی میشه. مثال ساز بادی آکورد هفت رو میگیره، ساز ذهی، ساز آکورد نو رو میگیره، ساز مثلا چوبی، مثلا سازهای انواع ساز داریم، سازهای ذهی، سازهای چوبی، سازهای بادی و مثل ترومپت، مثل فلوت، مثل ساکسیفون، سازهای مثل استرینگ، مثل ویالون، مثلا ویالون استرینگ که میگیره. هر سازی میاد یه چیزی رو برمیداره، یه دفعه آکورد 13 درست میشه، یه دفعه آکورد 11 درست میشه. اگه بخوایم با اول این کار رو انجام بدیم نمیشه. مثلا ببینید الان این آکورد این فرم بخوام بگیریم میشه آکورد 13، همه همش گرفته شد. ببینید این آکورد رو آکورد 13 و سخته که ما بخوایم یه دفعه بخوایم بیایم تو کیبورد آکورد 13 بگیریم. ما قطعمون رو می‌نویسیم، بله آکورده 13 رو استفاده می‌کنیم، قطعمون رو می‌نویسیم آکورده 9 رو استفاده می‌کنیم، قطعمون رو می‌نویسیم آکورده 11 رو استفاده می‌کنیم، اما جابجا می‌کنیم بین سازها، هارمونی می‌کنیم بین سازها، تقسیم بندی می‌کنیم بین سازها. هر سازی از خودش آکورد می‌زنه که وقتی شنونده، وقتی موزیک صوتیشو گوش می‌ده، می‌بینه آکورد 11 گرفته شده، آکورد 13، آکورد 9، آکورد 7 گرفته شده. اون یه بین سازها تقسیم شده، هیچ ایرادی خشی به گوش نمیزنه. اما اگه من بخوام مثال با کیبوردم چه کاری انجام بدم، خب نمیشه دیگه. یه دست چپ دست راستم دیگه چیکار کنم، ملودی رو چیکار کنم دیگه. پس کیبورد یه سازیه که اینجا میخوام بهش برسیم، که یه سازیه که برای بیرون از استودیو، فقط برای مجالسه، خالتور برای مجالس. حالا تو مجالس هم ما نمیگیم بعد باید استفاده کنیم، تو مجالس هم باید خیلی خوب استفاده کنیم. بعد خدمت شما عرض کنم تو مجالس هم این ساز باید خیلی زود خوب استفاده بشه، اما تو بیرون از استودیو کیبورد وقتی که تو مجلس تو خالتور میره توقع آرچنایی نمیشه ازش بکنی. فقط و فقط تنها چیزی کیبورد تو مجلس خالتور دیده میشه یکی اوقات نوازنده دیده میشه، یکی پنجای نوازنده دیده میشه که چیکار داره میکنه. و الان از نظر آکورد، از نظر اینا هیچ تأثیری نداره، چون کسی تو مجلس توجه آکورد نمیکنه، توجه به هیچ داره میکنه و نمیدونه اصلا آکورد چی هست. و اینجا دیگه بستگی به نوازندهش داره که چیکار کنه. نوازنده میاد پرکاشن میگیره با کیبورد، نوازنده میاد و یه کار عجیب غریب اورگ میکنه، نوازنده میاد اصلا اورگ 4 طبقه میذاره، نوازنده میاد اورگ 2 طبقه میذاره، نوازنده میاد اورگای بروز میذاره، کار عجیب غریب میکنه. اما باز اگه مثال 50 تا اورگ تو برنامه ببری، تو مجالس ببری، عین استودیو کار در نمیاد، چون استودیو دیگه همه کاری عین یا ارکستر کار در نمیاد. ارکستر قطعه نوشته واسش، یا مثلا یه آهنگ، مثال از یه خواننده‌ای که خیلی کارش خوبه ما بخوایم بزنیم، عین خودش که نمیتونیم بزنیم، چون اون یه کارهای دیگه انجام داده تو استودیو، سازها زنده بوده، یه کارهای دیگه انجام دادن تو استودیو بوده، بعد اونجا یه سازها تقسیم بندی شد. اما با یه کیبورد نمیشه که به آدم بخواد اصلا خود آهنگو در بیاره،
هارمونی های زیر آهنگ، کنترپان های زیر آهنگ زده بشه. همچی چیزی اصلا ممکن نیست که یه نوازنده بخواد همچی کارهای انجام بده، جز اینکه سکورسه کنه، ساین کنه تو برنامه، تو کی بوده ساین کنه. اونم چی؟ اول که نوت های اون آهنگ رو بخره. من الان مثال هر چقدر گوشم قوی باشه آهنگ رو در میارم، این خود آهنگ رو میزنم، ولی اگه بخوام اصل آهنگ رو بزنم باید برم نوت قطعش رو بگیرم بذارم جلوم بزنم. پس اینجا نوت هم به درد هنرجو میخوره. سیاوش سینا هستم، شماره 0-321-241-44-30، شماره دوم 0-336-449-12-96. در زمینه آموزش ارگ، آموزه همکاری با عزیزان از مبتدی ها تا حالا معمولی ها تا پیشرفته ها هستم. آموزش بنده تو 35 جلسه تا 4 ماه تا 5 ماه 100% تضمینی با قرارداد کاری، هیچ شکی توش نیست. بنده تهران هستم، ورامین هستم، عزیزانی که تهران ورامین هستن موقعیت اومدن رو دارن، وقت اومدن رو دارن، در خدمتشون هستم. و کسایی که وقت اومدن ندارن و موقعیت اومدن ندارن راهشون از من خیلی دوره، مثل تو شهرهای ایران، حالا استانهای ایران، اصفهان، شیراز، مثلا کرمانشاه، قم، کاشان، کرمان، سیرجان. با این عزیزان به صورت کاملا غیر حضوری و کاملا تضمینی کار میشه، از طریق تلگرام باشون کار میشه تو 35 تا ویدیو، یا از طریق واتساپ یا از طریق ایمیل، فرقی نمی کنه، ولی فعلا تلگرام یه چیزی که بروستر و راحت تره. از طریق تلگرام باشون کار میشه تو 35 تا ویدیو، اونم این حضوری، هیچ فرقی نمی کنه. کارا 100% دوتایش هم حضوری هم غیر حضوری 100% تضمینیه. شلا که بتونم یه کار خوب باتون داشته باشم. پس شد 35 جلسه به صورت حضوری و 35 تا ویدیو به صورت غیر حضوری و 100% تضمینی. این آموزش هم برای کسانیه که از آموزش اول زخ خوردن، از کلاس ها زخ خوردن، زخمیه که کلاس هم میخوان کار خوب ببینن، هر جا رو میگردن کلاس خوب پیدا نمی کنن، هر جا رو میگردن یا آموزش خوب پیدا نمی کنن. و برای کسایی که تا الان شاید بارها کلاس رو گرفتن، فقط در حد آهنگ زدن، در حد برای کسایی که اصلا خیلی خرج کردن ولی به اون مرحله که میخواستن نرسیدن، آموزش بنده از مبتدی تا پیشرفته به صورت 100% تضمینی. مبتدی کل آموزش از 0 تا 100، 3 و 700، حالا غیر از یه سری جزوه هم هست که اینه توافقی با اون از جو حساب میشه. و این از آموزش 0 تا 100 بود. یه کسایی اصلا حالا نوازنده مشکل آکورد داره، یه کسی اصلا نوازنده مشکل پنجه داره، یه کسی نوازنده مشکل تئوری موسیقی داره، یه کسی نوازنده مشکلات دیگه داره، با اینه به صورت ایرادگیری کار میشه، کار توافقیه. با این عزیزان حالا توافقی مبلغش توافقیه که انشالا بتونم یک کار خوب باید داشته باشم. هر جای ایران که هستید انشالا بتونم یک کار خوب باید داشته باشم. اگه دنبال یک کار خوب، کار تکی، کار عالی، کاری که واقعا فراموش نشدنی باشه، از ذهنتون بیرون نرفتید، با من در تماس باشید. خیلی دوستتون دارم و روز شب خوبی براتون آرزو میکنم. دیگه همین دیگه، منتظر پیام ها، تماس ها و نظرات شما دوستای گلم هستم و سر تا سر ایران. یا علی مدد، خدا نگهدار.